برای درست کردن این پروژه اول میام تو بخش رندرینگ ویو ایمیج فایل، فایل مورد نظرم رو انتخاب میکنم و میارم توی دسکتاپم تا راحت تر بیام مدلش کنم. این بار اگر دقت کنید من یه چیز جدیدی به صفحه اضافه کردم که در واقع اینه که راحت تر بیایم کار بکنیم. اینها تولبارهایی هستن که ما میتونیم اضافه بر سازمان به تولبارامون اضافه کنیم. برای این کار اومدم قسمت کاستومایز یوزر اینترفیس تولبارز، یه نیو باز کردم به هر اسمی که دوست دارید و میتونیم از اینجا اون اطلاعات مورد نظرمون رو پیدا بکنیم. مثلا من میخوام این بار سویپ رو پیدا کنم، اسم میزنم توی این پارامتراش که اومد، نگاه میکنیم ببینیم سویپ کجا هست. این آشش خیلی راحت میتونم بگیرم بکشم بندازم داخل اون تول بار. ما میتونیم حتی سیوش کنیم و به هر اسمی که دوست داریم سیو بکنیم. دیگه از این به بعد این یو آی بر ما سیوه و هر بار که تیزی مکسمون رو باز و بسته میکنیم اینجا سر جاش خواهد بود. اما برای ادامه کار ما یه همچین یالی نیاز داریم، بنابراین توی نمایی مثل نمای فرانت کار یا از لاین کمک میگیرم، روی کورنر کورنر میذارم که خطی که میکشم کاملا شکسته باشه. این قسمت فرانت کار یا همین جلوی کار هست، به صورت شیب داره، این شیب دار درست میکنم. اینجا کاملا آرکه، بنابراین یه آرک میکشیم و استفهامم روشن میکنم که دقیق بتونم نقطه شروع رو در بیارم و اینا دقیقا توی یک نقطه باشن. میام توی اطلاعات آرک تبدیلش میکنم به اسوی لاین، میام اتچ میکنیم این دوتا رو و محل تلاقیشون رو هم ول میکنم با اسوی لاین. یه ضخامت خیلی کمی میخوام بهش بدم تا این پوسته روی کار در بیاد. این از پوسته روی کار. یه مقداری میخوام اکسرودش کنم. اینجا مودیفایر اکسرود رو آوردم، خیلی راحت یه کلیک میکنم و اکسرود میشه. میتونیم حالا مقدار پهنای کارمون رو تعریف کنیم. یه FFT میارم، حتی این FFT ها رو هم میتونیم به اینجا اضافه کنیم. FFT مثلا 4x4. کنترل پوینتاش رو روشن میکنم. این کنترل پوینت ها رو میخوایم جمع کنیم. این کوچولو جمع تر میکنم. بعد یه مقدار از اینجا کمتر باشه. اینجا هم حتما باید کمتر باشه. و هر چقدر میریم جلوتر این پهنا کمتر و کمتر میشه. البته یک مقداری طولش از این میانه بیشتره. نگاه میکنم به کلیت کار. اینجا به نظرم یه برآمدگی بد ایجاد شده. با این کنترل پوینت ها میتونیم تنظیمش کنیم که چه حالتی داشته باشه. بیایم. خب این رو یه مقدار بیاریم پایین که این برآمدگی رو بیاریم پایین. این به نظرم خوب شد. میتونم بیام تو اطلاعات اسپلاین، سگمنت های پایینیش رو انتخاب کنم. تو نمای فرانت بذارم که راحت‌تر بتونیم انتخابامون رو انجام بدیم. میایم تو اطلاعات
دیتچ، قبل از اینکه دیتچ کنیم بهتر که کپی رو تیکش رو بزنیم و دیتچ کنیم. به اسم یک دیتچش میکنم. اگر دقت میکنید خطی که ما داریم به این حالت، در صورتی که پوسته به این شکله. میام تو اطلاعات پوسته این دو تا بخش رو میتونم کپی بگیرم و بیام روی این خط پیست کنم. دقیقا این خط ما مثل قبلی شد. یه آلت کیو میگیرم، نمای فرانت، به اطلاعات اسپلاین میرم، این ورتکس رو میخوام وصلم به این ورتکس. برای این کار ما یه ابزاری به نام کانکت داریم که این کار رو خیلی سریع بر ما انجام میده. نتیجه FFT رو هم میتونیم اینجا ببینیم که روی این هم اعمال شده. این دوتا پوسته رو با هم دیگه نگاه میکنم. مقدار اکسترود کار رو میتونم کمتر کنم که این تورفتگی توش وجود داشته باشه. با این هایرارکی افکت پیوت اونلی سنتر، این پیوت پوینت کار رو میتونم دقیقا توی مرکزش بذارم و خیلی سریع جا به جاش کنم. بعد موقع شکلهایی که میکشیم پیوت پوینتش ممکنه که جاهای دیگه باشه و خیلی سخت میشه موو انجام داد. بنابراین با پیوت پوینت میتونیم این رو سریعا در بیاریم. اما برای بدنه دیگه کار، اینجا هم یه منحنی داریم اما مقدار صاف شدنش اینجا بیشتره، اینجا اصلا صافی نداشتیم. بنابراین یه چیزی مثل همین رو میکشم، فقط بعد یه تغییراتی برای انتهاش بدیم. میتونم یه کپی از این بگیرم به صورت کپی، حتی اگر به صورت اینستنس هم بود خیلی راحت میتونستیم بیایم اینجا یه ابزاری داریم به نام مکیونیک، با یک کلیک کردن اینها رو از همدیگه جدا کنیم. اما برای این صفحه من میتونم یه رکتنگل بکشم و این دوتا رو به همدیگه ربط بدم. ارتفاع کار رو کمتر و پهنای کار رو بیشتر. اسنپمون هم خاموش کنیم که راحت‌تر بتونیم این جابجایی‌ها رو انجام بدیم. طولش خیلی بیشتر شد و بعد یه مقدار کمتر میکنمش، بازم یه مقدار کمتر، زیادی از حد نمیخوام از این جلوتر بزنه. هم برداریم که به خطر کار کنیم، بزرگ کنیم. به نظرم بهتر چند تا عکس از این مورد ببینیم. این عکس مورد نظر ماه، این صفحه رو دارم درست میکنم. یه تغییراتی بعد به این صفحه بدیم. این صفحه میاد این پوسته رو برش میده و ادامه داره. بنابراین کانورتش میکنم به دیتیبل پولی. یک مقداری هم باید بیاریمش پایین تر. با ورتکس هایی که این جلو داره طولش رو تعریف کنیم، بازم با ورتکس های کناریش بیاریم جلوتر تا یه مقداری پهنای بیشتری داشته باشه و با ابزار کانکت یه کانکت اینجا ایجاد کنیم که این شکستگی توش در بیاد. تقریبا وسط کاره، بنابراین با جا به جای این ورتکس ها میتونیم این شکستگی رو خیلی قشنگ در بیاریم.
ابزار کانکت یکی از ابزارهای خیلی خوبه برای اینکه بتونیم پارخطها رو خیلی دقیق مثلا به این صورت بفهمیم که این مرکز بین این دوتا خطه و حتی بازم دستمون رو بسته نکرده و اجازه میده که ما این رو جابجاش کنیم یا اگر تعدادش رو زیاد کردیم فاصلش رو هم تعیین کنیم. این از این فقط جهت توضیح این رو گفتم. یه کنترل وی به صورت کپی یه مقدار میارمش پایین تر. اینجا تشکیل شده از 3 تا صفحه. 1، 2، 3 که ما بین این 4 تا خط قرار گرفتن. بنابراین من اینها رو باز هم بعد کنترل وی بگیرم. میتونیم از اره استفاده کنیم که کارمون راحت تر هم بشه. یکی از تولبارهای دیگهمون اکسترا هستش که وقتی راست کلیک میکنیم میتونیم به این صورت بیاریمش. وقتی من کلیک کنم خارج میشه، یک بار دیگه که کلیک کنم دوباره وارد میشه. این اکسترا اره رو داخلش داره که این اره قابلیت باز شدن داره و ما مجموعه هایی از اره رو میتونیم ببینیم. بعضی از این اره ها طبق یک مسیر خاص انجام میشن و یه اره کاملی هم داریم که این اولیه هست. پریویو رو همیشه اول میزنیم، زدمون رو تعریف میکنیم، تعدادی که میخوایم رو تعریف میکنیم و این بار من میخوام این حرکت به صورت منفی انجام بشه و بیاد پایین کار. نگاه کنیم بعد که دیتیل رو درست در بیاریم. به نظرم این خوبه و طبقات ما بین اینها رو هم یک کپی ازش میگیرم. به صورت کپی میتونیم بیان و با پولیگان صفحه مورد نظرمون رو بیاریمش پایین تر. حتی میتونم همین پولیگان رو با گرفتن کنترل و کلیک کردن روی ورتکس سویش کنم روی حالت ورتکس. اسنپم رو روشن کنم و اینجوری جا به جاش کنم و دقیقا بندازم روی لبه کار. برای این یکی هم به این صورت، یعنی برای لبه بالایی. برای لبه بالایی هم همه بالایی ها رو انتخاب میکنم. قفل رو میتونیم با یه اسپیس روشن کنیم یا با یه کلیک کردن خاموش بکنیم. دوباره این رو هم میرسونم به خط زیری. اما این باید از لبه ها فاصله داشته باشه. میتونیم با اسکیل کردن این رو از لبه ها فاصله بدیم. نگاه کنیم به دیتیل کار. لبه هاش قرمزه به خاطر اینه که متریال داره، ولی ما متریال رو نمیخوایم توضیح بدیم، تا همین حد هم کافیه. اگر دقت کنید این طبقه توی این عکس به سمت پایین هم حرکت کرده، این مشکی‌ها یک کاره. میتونم برای اینکه ساده‌تر باشه کارمون و خیلی سریع‌تر بیام به این صورت نمای فرانت، یا بیام نگاه کنیم نمای بهتری که جزئیات بیشتری هم داشته باشیم از کار. به این صورت ورتکس ها رو انتخاب میکنم، دبلیو رو میزنم. دقیقا میخوام این راستای ورتکسی که دارم با راستای این یکسان بشه. ما اینجا یه ابزار دیگه هم داریم به نام Enable Access Constraint که این رو با راست کلیک و اسنپ ها آوردم. برای اینه که دیگه خیلی زحمت نکشیم، راست کلیک نکنیم و نریم توی بخش آپشن ها و Enable رو روشن کنیم. با یک کلیک کردن میتونیم این رو از همینجا روشنش کنیم. اما کارایی که داره برای اینه که راستاها رو با هم دیگه یکسان کنه. مثلا من اینجا میخوام راستای محور X هم با یکی یکسان بشه. میام از یه محور عمود بر اون استفاده میکنم و با کلیک چپ، یعنی فشار دادن کلیک چپ و نگه داشتنش و حرکت به اون ورتکسی که میخوام راستاش با اون یکسان بشه، این کار رو انجام میدم. این از این بخش. میتونیم اسنپمون رو خاموش کنیم. حتما بعد از هر بار استفاده کردن از Use Access Constraint این رو خاموش کنید.
دوباره به دیتیل برمیگردیم. مقدار بیرون زدگی کارمون خیلی بیشتر از این حرف هاست، بنابراین اینا رو میتونم یه مقداری این برتر بیارم. باز هم جزئیات رو میتونیم نگاه کنیم که درست کار رو پیش ببریم. این هم ادامه داره و مشکل نیست، تو کار ما هم ادامه داره. اما برای درست کردن این المان، یه مثلث که یه کره داره و یه دیتیلی هم بهش چسبیده، من میتونم این مثلث رو بازم تو نمای فرانت در بیارم. این چیزی که ما میخوایم این قسمت گیرد ها رو هم روشن میکنم تا این خط در واقع میشه گفت صرف صرف کد صرف صرف رومون دیده بشه. لاین رو رو حالت کورنر کورنر اسنپ هم نیاز ندارم، فقط ارتفاع رو بعد با ارتفاع ساختمونم بسنجم که کار ریل بشه. شیفت رو نگه میدارم تا خطوط صاف رو بتونم بکشم، یعنی عمودی و افقی. اینجا هم یه ورتیکسی داریم که راستاش یکسان نیست، بنابراین یک رو میزنم تا ورتیکس ها رو بتونم انتخاب کنم. یوز اکسس کانسترینت رو روشن میکنم با اسنپ، یا میل رو راستاش رو با این یکی یکسان میکنم. نگاه کنیم به دیتیل کارمون، درسته، فقط بعض ضخامت داشته باشه، بنابراین کمی اکسرودش میکنم. اکسرود به سمت منفی ها و ضخامت کم. این اکسرود خوبه. یه کپی دیگه هم از این میگیرم به صورت اینستنس تا موقع متریال دادن و تغییرات احتمالی که ممکنه تو این داشته باشه سریعا اون چیزایی که شبیه شه تغییر حالت پیدا بکنه. تو نمای تاپ میزنم، یه کره میکشم. برای کره کشیدن میتونیم بیایم توی جیومتری ها یا نه بیایم کنترل نگه داریم راست کلیک کنیم. اینجا ابزارهای پرکاربرد 3D Max رو به ما میده. اسفیر یکی از این ابزارهای پرکاربرد کار ما هست. تو نمای مورد نظر میتونیم رو ببریم بالاتر. داخل اطلاعات اسفیر چیزای جالبی وجود داره. اگر این دیتیل رو دقت بکنی به صورت شبکه به شبکه و در واقع میشه گفتش کریستالیه، اما کره‌ای که ما داریم به صورت کاملا گرده. برای اینکه کریستالیش کنم به جای اینکه بیایم به این صورت کانورتش کنیم به دیتیل پلی تا حجمش بیشتر بشه و بیایم با المنت تمام پولیگان هاش رو بیایم این شکلی کلیر کنیم، کلیر آل کنیم تا بیاد به این صورت. افشارم برمیدارم که شما بهتر ببینید. ببینید به صورت شبکه شبکه میشه و کریستال کریستال میشه. به جای اینکه این همه مراحل رو پیش بریم تا بتونیم یه همچین چیزی رو در بیاریم، خوبه که آدم اطلاعات بالایی داشته باشه. به این صورت من کنترل زد میکنم تا برگردیم تو اطلاعات اسفیر. تو اطلاعات اسفیر با یه تیک برداشتن خیلی سریع به این دسترسی پیدا میکنید. میام یه دیتیلی هم اینجا داریم، یه منحنی داره که من این رو باز هم تو نمای مورد نظرم میتونم درش بیارم. یه مقدارم این کره رو ببریم داخلتر و پایین. با لاین این دیتیل رو میتونم در بیارم. برای اینکه راحت‌تر این دیتیل رو در بیاریم میتونیم بیایم قسمت رندرینگ ویو ایمیج فایل و فایل بعدی که این دیتیل بیشتر توش معلومه رو کلیک بکنیم. زوم میکنم توی اینجا میذارم بیاریم این برتر. با لاین حالا شروع میکنم به درست کردن این کار. اینجا یه مقداری خط کج داره، اینجا منحنیه. من فعلا یه نقطه اینجا میذارم، یه نقطه دیگه هم اینجا میذارم.
اینجا هم یه نقطه دیگه میذاریم که این گلویی رو بتونیم در بیاریم. هر جا که نیاز به منحنی داریم با این نقطه اضافه کردن میتونیم اون منحنی رو خیلی سریع در بیاریم. اگر طولش هم زیاده بعدا قابلیت اصلاح داره. شیفت رو نگه میدارم و میریم بالا. میریم تو اطلاعات لاین. این رو باید بیاریم جلوتر. میتونم با Alt و Q خیلی راحتتر و خلوتتر ببینمش. با اسنپ میرسونمش به این. میتونم با یه فرانت. حالا میتونیم این رو یه مقداری کوچیک‌تر هم کنیم که راحتتر به کارمون دسترسی داشته باشیم. اسنپمو خاموش میکنم، اینو تو راستای یه ورتکس کناریش قرار میدم. اسنپ میتونه خاموش بشه. پول کار به نظر زیاده، یک مقداری جمعش میکنم. این هم همینطور، این هم همینطور. میتونیم بیایم تو اطلاعات این ورتکس ها و با فیلت کردن این گردی رو خیلی سریع در بیاریم. اینجا هم یه گلویی نیاز داشتیم. همیشه حواستون باشه اگر ورتکس خیلی بیش از اندازه به ورتکس های بالایش نزدیک بشه، حتما این دوتا ورتکسی که الان روی همدیگه هستن رو باید بیایم ول کنیم، وگرنه کارتون خراب در میاد. حالا میام نتیجه کار رو با یک سرود میبینم. اگر این شکلی شد، یعنی به صورت تو خالی شد، فقط به صورت صفحه‌ای، مشکلی نیست. فقط قسمتی از این کار بسته نشده. یه کنترل A میزنم و میایم یه کوچولو ولدش میکنیم. مقدار آسانی ولدمون باید خیلی کم باشه تا حدی که اینها رو به همدیگه نچسبونه. فقط بیاد نقاطی که خیلی تو فاصله نزدیکی هستن به همدیگه ولی به همدیگه نچسبیدن رو بیاد به همدیگه ولد کنه. حالا میتونم نتیجه یک سرود رو ببینم. میبینید که وصل شدن. این شکستگی ها رو ما میتونیم با بخش اینترپولیشن ادابت خیلی سریع درستش کنیم و منحنیش کنیم. این رو هم میرم توی این لاین قرار میدم. میتونم اسکیلش کنم که بیشتر هم بشه ضخامتش. حالا میتونیم نگاه بکنیم که دیتیلمون درسته یا نه. نسبت به کارمون به نظرم کوچیکه. میتونم کمی اسکیلش کنم. نمای لفت. میتونه باز هم بزرگتر بشه. فکر میکنم دیگه خوب هستش. این رو اسکیل نکردیم. این رو هم اسکیل میکنم. بعد مرکزش اینجا قرار داشته باشه. بعد از اینکه این درست شد گروپش میکنم تا جایی دیگه ازش استفاده کنم. حالا فعلا یکیش رو اینجا نگه میداریم و میایم نگاه میکنیم که چه دیتیلی بعد برای این اضافه کنیم. ویو ایمیج فایل اینجا یه دیتیل خوب داشتیم. به وسیله تناب بعد وصلش کنیم به این پوسته‌ای که داریم. نمای فرانت. میام با آرک اینها رو وصل میکنم به این. یا میتونیم با لاین این کار انجام بدیم که کاملا صاف باشه. رندرینگش هم باید فعال کنیم که ضخامت داشته باشه این لاینمون. نمای صاف خیلی بهتر میتونیم این رو کنترل کنیم. یه کنترل V فقط ورتکسش رو جا به جا میکنم.
بذارم روی سطح پایینی و یه ذرم ورتکسش باید بیاد پایین تر. اما برای وصل کردن این دوتا صفحه به هم دیگه این رو کانورتش میکنم به دیتیل پلی، یکی هم همینطور کانورتش میکنم به دیتیل پلی. میتونیم بیایم اینجا این دوتا رو یکی کنیم، یعنی بیایم از اتچ استفاده کنیم و اینها رو توی یک مجموعه ببریم و بیایم پلیگان های مورد نظرمون رو که میخوایم به همدیگه وصلشن رو، مثلا این پولیگان اینجا فکر میکنم خوبی باشه که بیایم اینا رو به هم دیگه وصلش کنیم. من میام توی این اطلاعات ورتکس این دوتا ورتکس رو به هم دیگه کانکت میکنم، این دوتا ورتکس به هم دیگه کانکت بشن دقیقا برای صفحه کناریش هم بعد این اتفاق بیفته، اینها کانکت بشن کانکت بشن. پلیگان اینجا رو انتخاب میکنم. این بار میبینید که فقط همین صفحه انتخاب شد و دیگه کل کار انتخاب نشد. دلیلش همونه که من اومدم اینجا دوتا ورتکس رو کانکت کردم. ببینیم اینجا آیا ورتکس هاش به هم دیگه وصل نشدن. اینجا فکر کنم وصل نشد. میام به همدیگه بریج میکنیم تا پل بخوره بینشون. یه جای خاصی نیست که این پل نیاز داشته باشیم بهش برای درست کردن این صفحه هم از نمای فرانت کار مقداری من این رو جمع میکنم که راحت‌تر دسترسی به اطلاعات داخل کار داشته باشیم. برای درست کردن این صفحه ای که داریم از آرک کمک میگیرم. عکسای بیشتر کار رو میتونیم به این صورت ببینیم و جزئیات رو هم بیشتر متوجه بشیم. دارم این صفحه داخل کار رو در میارم. میبینید که اینجا صافه. بنابراین ما به یه همچی چیزی نیاز داریم که اینجاش به صورت آرک دار باشه. سطحش هم پایین تر از سطح اولیه کار باشه. میتونم با بخش رندرینگ و حالت رکتنگولارش این فاصله رو پر کنم. با هایرارکی، افکت پیوت اونلی و سنتر دقیقا این سنتر پیوت پوینتش رو میارم توی مرکز که راحت تر بتونم جا بجاش کنم. نمای تاپ مرکز کار میذارم. تا وقتی که دارم طولش اضافه میکنم به دو سمت بتونم دقیقا کنترلش کنم. بخواهد جمع کم میکنم چون که نیازی نیستش که ضخامتش زیاد باشه. کانورتش میکنیم به ادیتیبل پولی توی ریتیبل پولی یا تو کیو میگم که راحت تر ببینمش. با رینگ میتونیم تمام اجهای اطرافش رو انتخاب کنیم. با کانکت یه برش میزنم و این برش رو حرکت میدم به رست کار. حالا ما اینجا پولیگانی داریم که میتونیم این پولیگان رو اکسترود کنیم، اما مقدار اکسترودش رو الان میتونیم ببینیم که چقدر لازمه. تو نمای فرانت میتونم بیشتر کنترلش کنم، تا همین حد کفایت میکنه. یک مقداری هم بعد اسکیل بشه.
برای صفحه اینجا هم میتونم یه اج درست کنم با رینگ و کانکت. رنگش اذیت میکنه به طوری که نمیتونید این اجی که دارم درست میکنم رو ببینید، بنابراین من یه رنگ متفاوت درست میکنم که شما این حرکت رو متوجه بشید. فیلترم برمیدارم، میام توی پولیگان، بنابراین ما الان یه پولیگانی داریم. البته این اجی که این بالا درست کردم توی پایین درست نشده، بنابراین کنترل زد میزنم تا اج بالایی حذف بشه. همیشه یادتون باشه هر جا که اج اضافی دارید باید بیاین اون رو دیلیتش کنید. هر اج برابر است با زمان رندرینگ بالا. اکسرودش میکنم. مهمم نیست که به صورتی کج باشه، بعدا میتونم این رو کاملا صافش کنم. تا همین حد کافیه. و این رو موبش میکنیم به هر سمتی که دوست داشته باشیم. نمای تاپ میتونم دقیقا راستاش رو صاف کنم. میایم توی اطلاعات آرک وسط، تمام صفحات رو میتونیم بیایم انتخاب کنیم یا یه سریاش رو که نیاز داریم. به این صورت اون سریایی که نیاز دارم رو انتخاب میکنم. یه صفحه‌ای داریم که یه مقداری اومده جلو. میتونم این رو اصلا مازاد درست کنم و جدایی از کار باشه. یالتو کیو میگیرم که کنم این روش بهتری که جدا باشه. با اچهایی که بالایی کار داریم میتونیم این خط رو درست کنیم. کافیه که اچها رو انتخاب کنیم. بیایم کیو چک فرام سیکشن به صورت لینیر یه اچ خارج کنیم. این اج به خاطر اینکه رندرینگش فعاله داره به این شکل دیده میشه. این اجی که درست کردیم اینه. این پرفکس رو نیاز ندارم، دیلیتش میکنم. حالا میتونم انیبلش کنم. یه طولش رو کمتر کنیم. یه کوچولو هم بهش ضخامت بیشتری بدیم. بعضی از این پرفکس ها رو نیاز ندارم، بنابراین دیلیتشون میکنم. آریکی افکتبت اونلی سنتر و میذارم دقیقا مرکز کار. میتونیم برای قرار دادن توی مرکز کار دقیقا از الاین استفاده بکنیم. شکلی که میخوام الاین بشه رو انتخاب میکنم. ما اینجا الاین داریم، کلیک میکنیم روی شکل بعدی که میخوایم روش بیفته. توی اطلاعات الاین اول میام محور ایکس هام رو تنظیم میکنم. میبینید توی برنامه الاین امکان این که بیایم ویوپورتمون رو جابجا کنیم نداریم. فعلا البته نداریم. کارنت آبجکت، تارگت آبجکت، یعنی تارگت همون جسم ثانویه رو میگه، یعنی این جسمی که اینجا بنفش پررنگه. و کارنت آبجکت این جسم اولیه‌مون رو داره میگه، یعنی اون چیزی که قراره تنظیم بشه بر اساس اون. میگه که مینیموم یعنی پایین ترین سطح جسم بعدی، یا میتونیم بگیم مادر و فرزند، یا مرکز به مرکز این دوتا جسم، یا نسبت به پیوت پوینت یا ماکسیموم. بعضی موقع ها، البته این به صورت کاملا تجربیه، بعض ما میبینیم مینیموم ماکسیموم جواب میده، بعض ما میبینیم مینیموم جواب میده، که توی اینجا به نظرم همین مینیموم اوکی هستش. اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و میایم بیرون. یه ذره سطح رو حرکت میدم چون یه دیتیل اینجا به این شکل داریم. یک مقداری هم باید بیاد بالاتر از سطح کار. برای در بردن اون دیتیل کانورتش میکنم به ادیتیبل پولی.
رینگ کانکت نگاه میکنیم ببینیم چند تا کانکت نیاز داریم. فعلا یه دونه مرکز اینجا نیاز داریم، یه دونه اینجا و یه دونه اینجا. میتونم از سه تا استفاده کنم. ورتکس وسط رو میاریم عقب. و ایجی که اینجا داریم رو انتخاب میکنم و میتونم بیام توی زیر مجموعه ادیت ایج و چنترش کنم. مقدار گردی کار رو هم تعریف میکنم که چقدر در گرد باشه. میبینید اینجا یه نقطه ای داریم که اجازه نمیده کار ما بیشتر از این گرد بشه. به نظرم این روش مناسبی نیستش، چون این اجازه نمیده که این اتفاق براش بیفته. یه مش اسموس به کار میدم، مقدار ایتریشنش هم بالا میبرم. میبین که اینها منحنی شدن، اما منحنی این خیلی بیشتر داره خودش رو نشون میده، بنابراین این ورتکس ها رو عقبتر میبرم. میتونم شوشیددم بزنم تا وقتی که دارم این رو جا به جا میکنم نتیجه رو هم بیشتر ببینم. اینها هم میتونم میان جلوتر. حالا اون دیتیلی که میخواستیم تقریبا در اومد، اما برای اینکه این لبه ها این شکلی نشن میام توی اطلاعات اج. میتونیم شو اندیزات رو خاموش کنیم تا تاثیر مش اسموس رو توی ادیتیبل کلی نبینیم. رینگ میکنیم و با کانکت و تعداد دوتا این لبه ها رو از اسموس بودن خارج میکنیم. این بار که ببینید لبه ها دیگه اسموس نشدن، فقط این قسمتی که میخوایم اسموس شد. میام توی مش اسموس مقدار ایتریشنش رو حتی میتونم ببرم بالاتر تا نتیجه بهتری هم بگیریم. نمای تاب یه باکس میخوایم بکشیم. این باکسی که داریم یه دایره ازش کسر شده، تقریبا هم اندازه اینه ولی یه کمی بیشتر، که ورودی رو این دقیقا تعریف میکنه. میرم بالا. میتونستم از رکتنگل هم استفاده کنم. بیایم ببینیم این رکتنگل به چه صورتیه. توی استفاده از رکتنگل حتما باید یه زیردستی داشته باشید، مثلا خطوط اتوکد. رکتنگل رو میکشم و یه سیرکل هم توی مرکزش در میارم. این هم از این کافیه که بیایم توی اطلاعات لاین. این رو نیاز نداریم، دیلیتش میکنم. دیلیت رکتنگل رو تبدیل میکنم به ادیتیبل اسپلاین و بعد میایم اتچش میکنیم. تا وقتی که این دوتا، یعنی رکتنگل و دایرهی که داریم، با همدیگه اکسرود بشن. نتیجه کار رو میتونید ببینید که چه اتفاقی افتاد. دلیلش هم به خاطر اینه که این اسپلاینی که داریم تو راستای این نیست. بنابراین یوز اکسس کانترینت رو روشن می‌کنم، میگم توی محور زد ها یاد این با این یکی کاملا توی یک راستا قرار بگیره. این هم از این دیتیلی که میخوام. به نظر می کمی هم اگزاجره شده. میتونم بیام توی اطلاعات ادیتیبل اسپلاین اینترپولیشن رو اداپت کنم تا نتیجه بهتری هم بگیریم. یه تیغه هایی هم اینجا داریم و این دوتا صفحه هم به وسیله یه دوتا سیلندر به هم دیگه وصل شدن.
بیایم دوباره رندرینگ ویو ایمیج فایل. فایل بعدی که میخوایم به این صورت دیتیل بهتری رو ببینیم، اونم با یه فرانت میذارم. اسنپ رو نیاز نداریم، یوز اکسس کانترینت هم نیاز نداشتم، بنابراین خاموشش کردم. و این هم خط داریم که این شکلیه و بعد یه خطی هم که به این صورت اینها رو به این صورت میبندم. میام تو اطلاعات لاین، این ورتکس ها رو میتونیم هم دیگه ولد کنیم. اگر ولد نشود به خاطر اینکه مقدار آستانش کمه و بعد مقدار آستانش رو زیاد کنیم. صورت اینستانس کنترل وی به صورت اینستانس قفلشون میکنم با اسپیس، اسنپ رو روشن میکنم. از جایی که فصل مشترک دارن این دوتا پوسته کمک میگیرم و این رو انتقال میدم روی پوسته بعدی. میام توی جیومتری ها یه سیلند میکشیم، اتوگرید رو روشن میکنم، اسنپ رو نیاز ندارم. به این صورت یه سیلند میکشم. توی این سیلند سگمنت های ارتفاعی رو نیاز نداریم، رادیوسش رو کمتر میکنم. نمای تاپ F3 و میبینه دیگه هم این بر دقیقا به همون راستا انتقال میدم. خب یه دیتیل های دیگه ای هم ما توی سقف داریم. بتونم این دیتیل رو توی شکل اینجا بهتر ببینم. فقط یه تیغه هاییه که اومده رد شده توی سقف. این تیغه ها رو خیلی سریع با یه باکس در میارم. اتوگرید خاموش تو نمای تاپ. اکس روشن. میگم که از اینجا تا به این لبه و ارتفاع بهش میدیم. نمای فرانت میذاریمشون. ارتفاعشو کمتر میکنم و میبرم بالا. اومده بالاتر از کار. نگم فاصلش کم شد. به نظرم بعد این قسمت وسط ارتفاعش بیشتر می شودش. حالا مهم نیست. با یه FFT هم میتونیم این رو درستش کنیم. FFT 2x2 میتونم خیلی سریع جواب بده. آرتکیو می گیریم. کنترل پوینت های پایینی رو نمیخوام جا بجاشه. فقط میخوام این بخش جا بجاشه. حتی اگر 3x3 هم بود بهتر بود، چون این قسمت وسط الان شکم داده. بنابراین با افکتی 3x3 اینها رو در میارم.
نمای فرانت یه مقداری بیاریمش بالاتر، بسنجیمش نسبت به کار، باید بیاد بالاتر، این هم باید بیاد بالاتر. حتی میتونیم جا به جاش کنیم، حتی قابلیت اسکیل داره. برای بخش پایینی کار هم دقیقا همین FFD رو کافیه که پیست کنیم و همین حالت برای این پایینی هم درست میشه. خب تا اینجای فیلم، من فیلم رو پاوز میکنم و ادامهش رو توی فیلم بعدی با همدیگه انجام میدیم. الان که میبینید من فقط رنگ کار رو عوض کردم و این رو برطنقه چیزی که نیاز داشتیم در بردم. اما برای درست کردن تیغه های کنار کار، یعنی این چیزهایی که به رنگ قرمز هستن، میام از نمای تاپ استفاده میکنم. با لاین خیلی راحتر میتونیم این نوع اشکال رو در بیاریم. کافیه که رو حالت کورنر کورنر باشه و من فعلا باید مقطعی که نزدیک به کارمون باشه کار رو انجام میدم. یارد کیو میگیریم. جداشون کنیم و بشکنیمشون. خب میام نگاه میکنم به مقطع کار. یه همچین چیزیه که الان در وردیم، اما برای اینجا ما نیاز داریم که به صورت منحنی باشن. میتونم بیام تو اطلاعات ورتکس و به صورت بزیرش کنم تا این منحنی رو بر ما در بیاره. اکسرودش میکنم. باز بخوام اتکم. نشون میده که یک جایی از کار به همه وصل نیست و همه ورتکس ها رو ورت میکنیم، اما مقدار آسانه ورت زیاده، در نتیجه همه رو از بین میبره. مقدار آستانه رو کمتر میکنم و ولد میزنیم. این بار که اکسرود کنیم میبینید که خیلی سریع این اکسرود انجام میشه. میام تو اطلاعات کار، اینو میاریم بالاتر. رنگش هم همون رنگ اصلی در میارم. ضخامتش به نظرم باید کمتر بشه. و بیشترم از سطح کار بزنه بیرون. شاید اگر پهنای بیشتری هم داشته باشه نتیجه بهتری بگیریم. میایم توی اری به تعداد مورد نیازمون اری میکنیم. فاصلهش زیاده، فاصله ها رو کمتر میکنیم و تعداد رو بیشتر. به صورت اینستنس باشن. یکی از اینها رو یک کنترل وی میگیرم به صورت کپی. میایم توی اطلاعات لاینش، ورتکساشو کمی جمعتر میکنیم. از این سر هم ورتکسارو کمی جمعتر میکنیم. فقط کافیه که افشار بزنیم که لبا هم ببینیم. قفلش میکنم. این شکلی که الان انتخاب هست رو استاپ رو روشن میکنم، یوز اکسس کانسترینت هم روشن میکنم و محور زد هاش رو میخوام جا به جا کنم و بذارم زیر این کار. درست شد. قفل رو خاموش میکنم، اسنپ رو هم همینطور، یوز اکسس کانسترینت رو هم به همین صورت. اکسترود رو به سمت پایین میاریم. نظرم بهتر رنگش رو مشکی کنیم تا بهتر تشخیص بدیم تا کجا اومده. توی لاین ورتکساش رو
از این جبهه هم کمی به سمت داخل میبرم. کنترل زد کنم و همه رو با هم دیگه به سمت داخل ببرم. خب این خوب شد. همه سطوح دیگر رو هم انتخاب میکنیم و با یک کنترل وی میاریمش پایین و یه مقداری هم موبش میکنیم. نگاه میکنیم به رفرنس کارمون، یه مقداری بالاتر هم باید بیاد زیادی حرکتش دادیم، مثلا تا همین حد هم خوبه. اینجا لاین هایی که داریم رو میبریمشون داخل. خوبی اینستنس اینه که کافیه که یک رو تغییر بدیم ما بقیه هم تغییر میکنه. اگر تعدادشون زیاده میتونیم تعدادشون رو کمتر هم کنیم. این دیگه دست خودمونه. بازم جزئیات رو نگاه کنیم ببینیم چیزی مونده. بله، یه قسمتایی هستش که میاد به صورت ساده کابلی به صفحه یا پوسته که اینجا داریم متصل میشه. دیتیل این هم یه مستطیله که پخ داره و یه دایره هم از توش در اومده. برای درست کردن این مستطیل جبهه درست کار نمای رایتمونه. میتونم وی رو بزنم توی کیبورد و رایت رو انتخاب کنم تا دقیقا تو نمای رایت باشیم. بازم از لاین کمک میگیرم یا مثلا رکتنگل هم بد نیستش. رو میتونیم این شکلی در بیاریم. اما برای اینکه دیگه نیازی به بولین نداشته باشیم یه دایره هم همین الان میتونم در بیارم توی کار. فقط بعد این تیک رو برداریم و دایره جدید رو بکشیم. یه آلت کیو میگیرم. دقت هم داشته باشید که اینا دقیقا توی یک خط باشن. اگر تو نمای تاب نگاه بکنید میبینید که سیرکل و رکتنگلمون دقیقا توی یک صفحه واقع شدن. میایم توی اطلاعات لاین اول اینترپولیشن کنیم تا کاملا گرد بشه. لبه های کار رو میتونیم انتخاب کنیم و بیایم یک کمی چمفر کنیم. حالا که بیام اکسترود کنیم حالا با این کار دیگه نیازی به بولین کردن نیست و همطور که خودتونم خیلی وارد هستید میدونید که وقتی که بولین میکنیم ما اچای جدیدی هم به کار اضافه میشه، ولی با این روش هم کارمون سبک‌تره هم اج جدیدی اضافه نمیشه که موقع متریال دادن به مشکل بر بخوریم. خاموش میکنم. بیاییم توی اطلاعات کار. به نظرم دایره‌ای که داریم یه مقداری شوهش بزرگه. میتونیم به این صورت بیاییم یه کمی اسکیلش کنیم. بیاریمش بالاتر. حتی میتونیم ورتکس های پایین کار رو بگیریم و یه کمی جا به جاش میکنیم. چهار تا از این المان ها اینجا تکرار میکنم به صورت اینستنس. یه مقداری هم میاریمشون بیرون.
و اینکه یه تعریفی هم برای اینها داشته باشیم. این رو هم به صورت یه سازه کابلی در میارم. اسنپ لاین میکشیم، لاینمون کجه، مشکلی نداره، میتونیم صافش کنیم. برای اینکه صافش کنم از یوز اکسس کانسترینت کمک میگیرم، خیلی سریع میتونیم صافش کنیم. دوباره خاموش، نمای لفت میذارم، اسنپ خاموش، یه مقدار میاریم جلوتر، میتونیم بیایم رندرینگش هم فعال کنیم به صورت ریدیال که فقط حالت تناب داشته باشه و به تعداد مورد نیاز توی صفحه میایم تکرارش میکنیم، فقط ضخامتش رو خیلی بد کمتر کنیم. کافیه که یکی از اینا انتخاب بشه و جابجا بشه. بقیه هم به همون ترتیب تغییر حالت پیدا میکنه. برای صفحه این سمت کار هم با لاین یا میتونیم با رکتنگل یه لول دیگه هم درست کنیم، مثلا به این حالت. من از روش های مختلف استفاده می کنم تا شما اطلاعات خیلی گسترده تری رو به دست بیارید. میام کانورتش می کنم به دیتیبل اسپیلاین. به دیتیبل اسپیلاین کافیه که ورتکس ها رو انتخاب کنیم و با این کنترل پوینت هایی که داره شکل مورد نظرمون رو در بیاریم و حتما هم باید بیایم این رو اینترپولیشنش رو اداب کنیم، چون که ما یه سطح نیمه کرو داریم. مقدار یک سرود بهش میدیم. این قسمت در واقع اینجای کاره. من بعد میومدم به سمت بیرون. میام توی ورتکس. میارمش به سمت بیرون. نتیجه کار به این شکله. خوبه. و اینو میتونیم به تعداد مورد نیاز تکرارش کنیم به صورت اینستنس. یه دونه دیگه از این کپی میگیرم. به صورت کپی خیلی دقت داشته باشید که از چه روشی دارم استفاده میکنم. اونهایی که لازمه که اگر یکیشون تغییر حالت پیدا بکنه بقیه هم تغییر حالت بعد پیدا کنم، به صورت اینستنس کار میکنم، اما این وسطی اصلا نباید با بقیه تغییر حالت پیدا کنم. بنابراین این رو به صورت کپی اومدم، کپی گرفتم. میتونیم یه کمی ورتکس هاش رو اسکیل کنیم و جمع کنیم به سمت داخل، یا نبیایم کلیتی به این حالت اسکیل کنیم. میارمش صفحه پایین، اکسرودش میکنیم و رنگش رو مشکی میذاریم. اینها رو هم رنگشون رو قرمز میذارم. اینجا هم یه المانی مثل این داریم که کمی پخت داره و بیشتر اینجا شیبدار هست. میتونم بازم از رکتنگل کمک بگیرم، ارتفاعش رو تعیین میکنم مثلا تا این حدود. یه دایره داخلش نیاز داریم، یه دایره داخلش میکشم. این دوتا رو Alt Q میگیریم، به اطلاعات لاین میام، رندرینگش رو بر میدارم چون که نیاز نیست، کانورتش میکنم به دیتیبل اسپی لاین. این رو هم همینطور رندرینگش رو خاموش میکنم. این رو بعد بیایم اتچش کنیم، اتچ میکنم.
و در نهایت این ورتکس رو طبق رفرنسی که داریم این ورتکس رو باید بیاییم یه مقدار شیب بدیم بهش و بعد اکسترود میکنم. این سطور رو بعد به سمت داخل کار ببریم. بذاریم بعد اسکیل بشم یاد پایین یه لبه کار باشه و به تعداد مورد نیاز به صورت اینستنس کپی میگیرم. این دوتا هم یه مقداری میاریم جلوتر. بازم از این ساز کابلی ها میتونیم برای این هم در بیاریم. رندرینگش رو فعال میکنم با اسنپ. میتونم میدش رو تعریف کنم، بگم که مید پوینتش رو بر من پیدا کنم، ورتکسش رو یعنی ورتکس پایینی رو انتخاب میکنم و با یوز اکسس کانسترینت دقیقا تو راستای مورد نظرمون میذاریم. اسنپ رو هم خاموش میکنم، میدم خاموش میکنم به تعداد مورد نیاز به صورت اینستنس تو کار تکرارش میکنیم. کافیه که یکی از این ورتکس ها جابجا بشه، ما بقیه هم خیلی سریع جابجا میشن. نگاه کنیم به پروژه‌مون ببینیم چیز دیگه نیاز داریم یا فکر نمیکنم سایتش براتون سخت باشه، بنابراین توضیح خاصی راجع بهش نمیدم. امیدوارم موفق باشید.